نوروز 1291 شمسی، 2 ساعت مانده به غروب، صدای توپهای روسی مناجات زائران حرم رضوی رو به عزا تبدیل کرد. سربازان روسی که با ماشین‌های مسلسلدار به سمت صحن مقدس می اومدن، از چند ناحیه به سوی حرم تیراندازی می‌کنن. اما داستان واقعا از چه قرار بود؟ بعد از تشکیل ژاندارمری مخصوص خزانه‌داری کل ایران توسط مورگان شوستر آمریکایی، دولت روسیه که این اقدام رو مخالف مطامع خودش در ایران میدونست، در اولتیماتومی به دولت ایران خواستار اخراج شوستر از ایران و استخدام اتباع خارجی با اجازه دول روس و انگلیس میشه. با رد این اولتیماتوم دخالت‌آمیز توسط مجلس شورای ملی، قوای روسیه مستقر در تبریز وارد قزوین میشن. همچنین یکی از دستنشاندگان دولت روس در مشهد به نام یوسف حراتی به تحریک روسها شورشی مصنوعی در مشهد به پا میکنه و این میشه تا نوروز 115 سال قبل سربازان روسی در حالی که شیپور میزدن همراه با افسران و صاحب منصبان با توپ جنگی وارد مشهد مقدس بشن و در ارگ منزل بکنن و برای تهدید دولت ایران و بی احترامی به عقاید و احساسات مذهبی مردم حرم مطهر امام رضا رو به توپ ببندن. تقریبا 2 ساعت به غروب بود که صدای توپهای روسی بلند شد. از چند ناحیه به سوی حرم تیراندازی میکنن و با ماشین‌های مسلسلدار به سمت صحن مقدس میان. اوایل غروب تونستن وارد صحن بشن. یه دسته از روس‌ها با توپ‌های مسلسل به پشت بام حرم میرن و از پنجره‌های پشت بام ذریح مقدس امام رضا رو گلوله باران میکنن. گروهی از روس‌ها با اسلحه وارد صحن اصلی میشن و از شبکه‌های پنجره نقره حرم مطهر و ذریح رو هدف قرار میدن. برخی منابع دیگه هم نقل میکنن در ماجرای به توپ بستن حرم که به دلیل اختشاشات مردم علیه اعلامیه روس‌ها به راه افتاده بود، سپاهیان روس بنا به درخواست کنسول وقت دولت روسیه وارد مشهد میشن و در باخونی و سایر عمارت‌های دولتی اطراف محل دژبانی مستقر میشن و از این اماکن گنبد مطهر و مسجد جامع گوارشاد رو به توپ میبندن و مردم متحسن در آستان قدس رضوی رو به خاک و خون میکشن. در اثر شلیک توپخانه به سردرها و گلدستهای حرم رضوی خسارت‌های فراوانی وارد شد. همچنین خزانه حضرتی رو به بانک روس منتقل می‌کنن و اشیاء قیمتی حرم رو هم به غارت می‌برن. بعد از اون مقداری از انبار رو برمیگردونن ولی متولی حرم رو با تهدید به مرگ وادار می‌کنن که اعلام کنه تمام خزانه رو تحویل گرفته. اسناد مختلف تعداد کشته شدگان در این فاجعه رو بیش از 100 نفر اعلام کرده. همچنین جالب بدونید حرم مطهر و مناطق اطراف حرم به مدت 4 شبانه روز در تصرف روسا بوده. آیت الله میرزا حسین فقیه سبزباری که حدود نیم قرن کلیددار حرم امام رضا بود، یکی از شاهدان عینی این ماجرای خونباره. فرزندش آیت الله سید صادق فقیه سبزباری از طرف پدرش نقل قولی میکنه و میگه یوسف خان که اصالت اون به هرات برمیگشت در مشهد قیام میکنه و ادعاش هم این بود که باید محمد علی شاه فرزند مظفرالدین شاه قاجار به قدرت برسه و ما مشروطیت رو نمیخوایم. کم کم تعدادی از مردم رو به دور خودش جمع میکنه و صحن نو رو به عنوان مرکز برنامه‌های خودش قرار میده. هنوز مدتی از ماجرای این شخص نگذشته بود که فرد دیگری به نام طالب الحق سر بلند میکنه و با یوسف خان همداستان میشه. یوسف حراتی و طالب الحق به همراه یارانشون در مسجد جامع گوهرشاد جمع میشدن و از این مسجد به عنوان مرکز برنامه‌هاشون استفاده میکردن. هر روز در صحن نو مشغول برنامه ریزی بودن و شبها به خونه ثروتمندان می رفتن و مبالغ فراوانی رو از اونا می گرفتن. در شهر مشهد هرج و مرج عجیبی رخ داده بود و این ماجرا حدود 3 ماه طول کشید.
روز دوشنبه 10 فروردین مقارن با 10 ربیع الثانی 1330 هجری قمری 2 ساعت به غروب مونده بود که پدرم مرحوم آیت الله میرزا حسین فقیه سبزواری که در اون زمان فقط 21 ساله بود برای اقامه نماز ظهر است به مسجد جامع گوهرشاد میره که شخصی به نام محمد جواد عربزاده حرسان به اون خبر میده که خودت رو به مدرسه برسون که الان روسا آستان مقدس رو به توپ میبندن. اون هم بعد از شنیدن این خبر با عجله و حراسون خودش رو به صحن کهنه میرسونه. پدرم در خاطراتش نقل میکنه که هنوز از صحن خارج نشده بودم که صدای توپ‌ها بلند شد و نخستین توپ از باخونی محلی که روسا در اون مستقر بودن به ایوان عباسی اصابت کرد و گلوله‌های اون در صحن پخش شد. اون هم نتونست به مدرسه بره و به همین دلیل به داخل حرم برگشت. ناگهان شلیک های توپ متعدد و ادامه دار شد به گونه ای که از دروازه پایین خیابون و سرای حاجی ملک و اول کوچه حاج شیخ محمد تقی و باخونی هم توپ شلیک می شد و تا بعد از اذان مغرب هم مسلسل توپ همینطور به سر ما می ریخت. پدرم می گفت هرچه تلاش کردم خودم را از این واقعه خلاص کنم نتونستم. به همین دلیل گاهی بین حرم و گاهی بین مسجد و گاهیم بین دارالحفاظ می رفتم تا بالاخره طالب الحق به حرم میاد و عده زیادی از مردم اطرافش جمع می شد. اون گفت که امروز به فرمانده روسا تلفن می کنم تا دیگه توپ شلیک نکنه. به همین دلیل خودش رو به کشیکخانه می رسونه ولی بعد از گذشت نیم ساعت بر می گرد و می گه هرچه تلفن می کنم کسی جواب نمی ده. طالب الحق هنگامی که از کشیک خونه برمیگشت پریشان خاطر بود و میگفت قرار ما با روس ها این بود که هر زمان من بگم دست بردارید دست بردارن، ولی اینطور نبود و روس ها اصلا جواب تلفنشو ندادن. تا صحن بالای خیابان 72 نفر جلوی مدرسه میرزا جعفر کشته شده بودند و در صحن کهنه قشون روس ایستاده بود و مانع ورود مردم به داخل صحن میشد. 4 روز به همین شکل میگذره و بعد از اون حرم و صحن امام رضا رو به خود ایرانی‌ها واگذار میکنن. در ادامه جمعی از مردم و علما برای شستشو و مرمت وارد صحن میشن. روس‌ها وضع اسفناکی رو در حریم امن رضوی به وجود آورده بودند. یوسف خان هراتی که عامل اصلی این معرکه بود فرار میکنه، ولی این فرارش سرانجامی نداشت و جنازه اون به مشهد برمیگرده. محمد نیشابوری هم که به نیشابور فرار کرده بود در همونجا کشته شد و به این ترتیب معرکه روس‌ها تمام شد. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. ممنون میشم برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتونم که مثل همیشه باعث انرژیه. مرسی، ممنون و خداحافظ.